ملالی جویا رو فکر میکنم که همه شما به خوبی میشناسید. یه زن جوان که الان به سمبل مبارزه علیه هم تروریسم اسلامی و هم تروریسم دولتی به رهبری آمریکا تبدیل شده، به خصوص تو کشور افغانستان. زن جوانی که با تمام این خانهای ارتجایی اسلامی در مقابلشون ایستاده، در مقابل دولت کرزای ایستاده، در مقابل طالبان ایستاده و در مقابل نیروی تروریستی که افغانستان رو بمباران میکنه به اسم اینکه میخواد نجاتش بده، در مقابل اونها هم ایستاده. ما خوشبختانه تونستیم ملالی جویا رو برای کنفرانس بین‌المللی خودمون برای مناسبت 8 مارس به گوتنبرگ دعوت بکنیم و از این فرصت داریم استفاده میکنیم که با ملالی صحبتی داشته باشیم. واقعا خیلی خوش آمدیم ملالی، واقعا این برای خود من شخصا افتخاریه که بتونیم با هم که صحبت بکنیم. من زندگی تو تا اونجا که میشده و فعالیت ها رو سعی کردم دنبال بکنم تا حد زیادی، مطمئنم بینندگان ما هم شما رو به خوبی میشناسن. قبل از هر چیز یه تصویر عمومی از افغانستان الان چه جوریه؟ باز قبل از همه سلام احترام خدمت بینندگان محترم، روز جهانی زنان با استفاده از فرصت و همه زنان در بند جهان به خصوص زنان ایران و افغانستان از صمیم قلب تبریک میگم. به ارتباط با سوال شما، بدبختانه کشور ما طی 8 سال به زیر نام ارزش‌های مثل حقوق بشر، حقوق زن، دموکراسی و غیره اشغال شده. امروز نه تنها یک کشور، بیشتر از 40 کشور در رأسش امریکا که و ناتو باشه به جان مردم را مثل لاشخارا گیرند و از آسمان بمبارمانهای کل هتلری از جان مردم بیگناه ما را میگیرد. اکثریت زنها و اطفال است و حتی فاسفورت سفید بمبهای خوشه‌ای استفاده میکنند و در زمین طالبا و تروریست های ائتلاف شمال بنیادگرارا به فاشیست نشانه دامه میتن. نتایجی که شما اشاره کردین، اسلام یک حربی خوب در دست خود قرار دادن با سیاست مکس میکنن به علیه مردم و بخصوص خانم ها سو استفاده میکنن. تشکر از اینکه از من دعوت کردین، تشکر از دوستای سازمان آزادی زن این فرصت دادن که بیانشان را خدمت من قرار دادن. به نمایندگی از مردم متحده ما که پیامشان با آزادی خواهی کشورهای خارج و بخصوص مردم آزادی ایران بیان و برسان. خب فعلا ما بین سه دشمن خود خبیر میشیم، نیروهای اشغالگر و مزدورکهای داخلیشان که بنیادگرایهای ائتلاف شمال باشه و طالبان. و دوستان شاید هستند که در کنفرانس اخیری که در لندن گرفته شد از میکروب مثل ملا عمر فاشیست و تروریست مثل گلبدین حکمتیار هم دعوت میکنند که بار بار تنزی در حلقه شیطانی شامل شود و نام 5 تروریست طالب که یکیش حتما دوستان هم شنیدن، ملا متوکل وزیر خارجه طالبا است، نام 5 تروریست از لیست سیاه ملل متحد پس کردن و حتما فردا روز تاج دموکراسی را در سر اونها هم میگذارن. به هر صورت در 30 سال در افغانستان زیر نام سوسیالیسم، اسلام و دموکراسی جنایت شده، تا امروز هم جنایت چند جریان داره و وضعیت زنها فاجعه بار روز به روز فاجعه بارتر شده میره. مثلا ازدواج های اجباری، خشونت های خانوادگی، تیزاب پاشی در یعنی نظرت بر این هست که الان بعض زنان توی افغانستان بدتر از زمانی شده که فقط طالبان سر کار بود؟ خب این جنگ تنها جنگ نظامی نیست، به اصطلاح جنگ مبارزه علیه تروریسم نامش مانده، یک جنگ تبلیغاتی هم است. چون این هدف امریکاست که افغانستان به مستعمره خود تبدیل کنه و پایگاه نظامی خود میخواهد اونجا بسازه. طبعا وضعیت اصفبار زنان در دوره شوم طالبا خوب بانی بود و امریکا متحدهش کشغال کنه، کارهای صورت گرفته. مثلا وزارت داریم به نام وزارت زنان که نقشش بسیار سمبولیک است، 68 زن در پارلمان افغانستان است، اکثریت چون خانمهای سرکاری هستند، تا اکثریت اعضای پارلمان نمایندههای واقعی نیست.
و حتی بعضش خانم های بنیادگرا هستن با لباس دموکراتیک در صحنه آمدن، عین مردای بنیادگرا که نکتایی و پتلون میزنن و دموکراسی صحبت میکنن، لباس غربی با افکار طالبی اگر بهتر بگیم در قدرت هستن. و یا مثلا آخوندهای فکر کراواتی، بله، یا مثلا بعض انجیو های رو بین اکثریت انجیو های افغانی خارجی فاصل هستن و خلاصه مسائل بسیار مدامنگی هستیم. زن و مرد کشور ما مخصوصا آزادی نداره، وقتی کشورش غال باشه چطور میتونیم مثلا از مسائل دیگه صحبت کنیم؟ ما پیش از این که این مصاحبه رو شروع کنیم با وقتی با ژورنالیست دانمارکی مایکل مصاحبه داشتیم، بحثی با هم دیگه داشتیم. قطعا وجود نیروهای آمریکا و ناتو، همونطور که گفت من بهش میگم تروریسم دولتی به رهبری آمریکا، تو افغانستان جنایات بسیاری رو داره به وجود میاره. ولی آیا مسئله اشغال افغانستان مسئله است، یا اینکه وجود طالبان همونقدر جنایت میکرده توی افغانستان، همونقدر علیه مردم علیه زنان جنایت کرده، فساد و کشتار و سرکوب وجود داشته، آیا اینطور نیست؟ طالبان و نیروهای تروریسم دولتی هر دو مثل هم مردم رو جنایت نمی کنن؟ طبعا می کنن. طور که من اشاره کردم ما بین سه دشمن قرار داریم. خب در اصلش امریکا و ناتو است که جنایتکارای ائتلاف شمال که ما به نام مجاهدین جنایتکار می شناسیم، یا تفنگ سالار امروز میگن، قاچاقبر میگن و طالب، نیروهای تروریست طالب که فقط بازی سرفنج امرشان با دارای خارجیش بازی میکنن. طالب و ائتلاف شمال بنیادگرا همیشه مولود امریکا بود و است تا امروز. در دستشان است از طریق قضا با حمایه نظامی و مالی منطقه را ناامن نگاه میکنن تا که دلیل داشته باشه به مردم دنیا که بیشتر در افغانستان بمانند به خاطر اهداف استراتژیک شومشان، اهداف سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای که دارن. خب بر صورت منتها در هشت سال مدت هشت سال گروپ گروپ مردم بیگناه ما را فاشیستوار به شهادت رساندن، بمباردمان های کردشان در فرا 150 نفر در یک روز قتل عام کرد، نیروهای امریکایی بمباردمان کرده، در قندوز نیروهای جرمن بمباردمان کرده سپتامبر، بیش از 200 نفر اکثریت شدفال بود، همشان فاشیستوار به شهادت رساند. خلاصه از این مثال ها زیاد است که من اکسای را میشه نشان بتون، فقط این تصاویر نشان میده که امریکا چی جنایت مشغول چی جنایت در افغانستان است و نامش میماند دموکراسی. وطن و دوستای ایرانی، آیا دموکراسی با بمب‌های خوشه‌ای میآید؟ این بمب خوشه‌ای است که استفاده کردن، هرگز نمیآید. به این خاطر پیام ما به دوستای ایرانی ما می است و دیگه آزادی خواهی که در بند هستند، کشورهای در بند نظام های فاشیستی دارن، هرگز آرزو نکنید که دموکراسی با میله تفنگ به شما بیاید، با تکیه به نیروی خارجی به شما بیاید. ببینید اینجا بمب خوشه ای استفاده کردن، این بمباردمان است که در فرا کردن، اکثریتش خانم ها و آقایان است که مردم بیگناه است که اطفال که میکشن. بیش از 8000 مردم بیگناه کشته شده مدت 8 سال، کمتر از 2000 طالب. و حال میکروب مثل طالب و ملا عمر و گلبدین حکمتیار را دعوت میکنن که در قدرت بیاید، یا میگن ما با اعدام میکنن با اولین بار ما حقوق زن را در افغانستان آوردیم، در حالی که هم یک دروغ بسیار کلان است و بیشرمانه دروغ میگن. مثلا این تصویر از سال 1967، ببینید در اینجا تا بلیر چادر دخترها مکتب میرن و ما حتی همو آزادی های محدود که در سالهای 60 و 70 و 80 داشت خانم ها برس ناوردن. و بهتر اگر بگویم امروز افغانستان یک دوزخ محفوظ به تروریسم شده و به مرکز مواد مخدر تبدیل کردن. بازی موش پیشک اکمن کارتون شدیدن، فقط امریکا بازی میکنن. اگر یک ابرقدرت با بزرگترین پیمان نظامی جهان که ناتو باشه در مشترکن، یا 40 کشور که در جهان مردم مفتادن، یا قدرتمند است یا طالبای کمونیستایی با از مذهب مردم ما خلموک میگن یا قدرتمند است. خب نمیخوایم که یاره خلق قدرت بسازن میلیون ها دلار سر میکروبای مثل خلیلی، مثل فهیم که امروز معاونین کرزی هستن، و مثل سیاف ربانی قانونی محقق که در پارلمان هستند، گلابزوی علومی، حضرت علی آجی الماس و غیره. فقط ملا عمر و گلبدین در قدرت نیست که بار دعوت میکنن بیاین ابتی شیطانی خواهد تکنی بسازن. فقط این تصویر کافی است که نشان بده امریکا چقدر غیر صادق است به مردم ما. این تروریست به نام ملا رحمت الله هاشمی
که قتل عام ببخشن که وقت بودا مجسمه بودا ما را نابود میکرد بیشرمانه دفاع میکرد فاشیست منتها در معتبرترین پوهنتون امریکا درس